سلام میکنم به شما، خیلی خوش آمدیدتون سلام عرض باسرید. میکنم. با سلام خدمت بینندگان محترم برنامه کاشانه مه. امروز همطور که قبلا عرض کردم خدمتون، موهای عروسک رو میزنیم که احتیاج به خمیر مشکی داریم و یکم خمیر زرد برای این موهاش که تزیین کنیم. بسیار. خب حالا ما شروع میکنیم برای عروسک از قسمت پشت سر عروسک ما شروع میکنیم، یعنی موها رو قسمت بزرگ پشت سر هست. یه دایره درست کنین، دایره رو یه مقدار باز کنین و با وردانه روی اون برین، به این صورت کاملا صاف بشه که پشت سر عروسکمون رو کاملا بپوشونه، به این صورت. کمی وازلین حتما روی کارتون بزنین، چون مشکی خیلی زود رنگش خراب میشه و سفیدک میزنه. با این کار خمیر رو میتونین نگه دارین تا شیارهای روی کار رو بدیم. خب با ابزارتون روی اون شیار ایجاد کنین حالت مو، به این صورت. هرچی این شیارها بیشتر باشه کار قشنگ تر میشه، به این صورت. خب اگر ابزار کار نداشته باشن از چی میتونن استفاده کنن؟ از کاردم، از پشت کارده میبخوری هم میتونن استفاده پشت کنن. بله. که خیلی نباره کارو. ابزار 5 هست که میتونن از بازار تهیه کنن، ابزار 11 هست، اینا همش کارای پلاستیکی هستن، نمیچسبه به خمیر، خیلی بهتر از کارده میوه خوری. خب این تا این قسمتش رو من الان آماده کردم، چسب میزنم و به پشت سر عروسکم وصل میکنم. اینو حتما چسب بزنین که باز نشه. به این صورت پشت سر عروسک با این خمیر پوشیده میشه، کاملا تا پشت گوشارم بیارین. این از این قسمت. حالا سر رو روی تنه وصل میکنیم، چسب میزنن اون قسمت رو. بله. و سر رو روی تنه وصل میکنیم، به این صورت. الان دیگه عروسکمون سر پا ایستاده و میتونیم قسمت‌های دیگه‌ش رو روش کار بکنیم. خب برای قسمت چتری جلو سرش، ببخشید سر رو گذاشتید کاملا خوش بشه، یعنی جز نکاتی بود که این توصیه سر می‌کردید. سر دو روزه الان ما زدیم، ما پنجشنبه اینو زدیم، الان راحت هنوز خشک نشده خیلی. دو روز بمونه اشکال نداره. دو روز بمونه اشکال نداره. بعد دو روز سر رو وصل کنین، چون وقتی سر خیس باشه میذارین روی کار ممکنه افت کنه. بسیار. ولی وقتی خشک شده باشه یه مقدار کارتون راحت تر. همونطور که دارید کارتون انجام میدین، عذرخواهی می‌کنم. سلام می‌کنم به بیننده عزیزی که با برنامه تماس گرفتن. سلام بر شما. سلام، خسته نباشید. خیلی متشکرم. بفرمایید. محمدی هستم. می‌خواستم ببینم وقتی که این دامنه رو درست کردین گذاشتین روی تنه عروسک، چجوری خشک شده که چینای دامن زیاد شده؟ خیلی متشکرم از تماس تلفنیتون خانم محمدی، خداحافظ شما. این دامن وقتی که من دایره کردم وسطش رم که دیدیم با یه حالت دایره کوچیکتر برای کمر در آوردیم، اینو وقتی که وصل کردیم چون ضخامت کارمون زیاد بود میتونیم با انگشتمون به این صورت، من اجازه بدین نشون بدم، یه انگشت رو زیر چین بذارین، اینو به این صورت فشار بدین. ببینین به این صورت که فشار بدین تمام این قسمت ها دونه دونه، البته وازلین هم حتما روش بمالین که زود خشک نشه، آروم آروم این قسمت ها رو با دستتون چین بدین و زیرش رو پنبه بذارین. اگه زیرش رو پنبه بذارین همینطور به این حالت خشک میشه. خیلی مشکل از خواهش میکنم. خب حالا میریم سراغ قسمت چتری موی عروسکمون. به این صورت یه اشک بلند رو که دو سرم هست، اشک دو سر درست میکنیم، روی اون رو وازلین میزنیم. سعی کنین دو طرف رو وازلین بزنین که کاملا براق هم میشه. این وازلین خیلی کمک میکنه به اینکه ما کارمون رو با آرومی انجام بدیم. خب ببینین از اینجا شروع کنین، شیارایی رو به این صورت با قیچیتون به وجود بیارین. از این کار دو تا احتیاج داریم، دو عدد درست کنین آماده باشه که روی سر عروسک بس کنین، به این صورت. حتما ضخامت هم داشته باشه که موها پر به نظر برسه، به این صورت. تا آخر کارمون رو قیچی میزنیم، قیچیتون یکم بلند باشه که اینا رو راحت بتونین تا قسمت انتها ادامه بدین.
به همین صورت تا آخر کار میریم. بعد قسمت پایین رو چسب میزنم به این صورت. و یکی دیگرم که قبلا آماده کردم باز چسب میزنم. دو ردیف اینها رو روی سر عروسکمون من قرار میدم به این صورت. یکی رو به این صورت تا انتهای کار که بچسب دقیقا به این قسمت موی اولی که چسبوندم کاملا همدیگر رو نگه دارم. خب بعدی رو یه مقدار من به این صورت میزنم. دقت بکنین چسب رو به این صورت میزنم، برعکس اون میزنم که بتونم حالت جلوی موها رو قشنگ تر نشون بدم. به این صورت بعد آروم به طرف بالا برمیگردونیم و هر حالتی که دوست داشتین میتونین روی این موها ایجاد بکنین. این تا این قسمت کار. حالا برای قسمت‌های دیگه مو یه تکه خمیر کوچیک رو بردارین به این صورت، ماساژ دایره و با زیر مبلی کاملا بلند کنیم. به این صورت یه استوانه بلند فشار میدیم، وازلین میزنیم به این قسمت ها و با قیچی اینو شیار میدیم به این صورت. هر چقدر بخواید این پرتر باشه اینو بلندتر میگیریم. به این صورت تا آخر کارمونو شیار میدیم و لول میکنیم اینو به این صورت. لول که کردیم یک کم ببینیم با دستتون فشار بدین تا اینو از هم باز شه. بعد چسب میزنیم. البته میتونین قبل از اینکه چسب بزنین این رنگ زردی رو که خدمتتون عرض کردم برای این موها آماده بکنیم. دو تا دایره هست، چیز سختی نیست، خیلی راحت میتونین تهیه بکنین. به این صورت خمیر رو توی دستتون دایره کنین. حتی میتونین مدل هم بدین، فرم مثلا شکلات باشه، فرم گل باشه، میتونین مدل های مختلف هم درست کنین. خب اینا که آماده شد حالا چسب میزنم. چون وازلین خورده حتما خوب چسب بزنین. خب اینو روی کارمون قرار میدم و زیرشو باز چسب میزنم و کنار گوش عروسکمون اینو قرار میدم. بله. به این صورت. بسیار زیبا. چون با سری دست شما درمکنم. لطف داریم. با تو کار شما همیشه قشنگ. خواهش. به این صورت الان کار ما دیگه تکمیل و تمام شده. به این صورت. دست شما در حال دوستان خواسته بودن جایی رو من براشون توضیح بدم، اگه اشکال نداشته بله، باشه وقت داریم. بینی و بله ما حدود 3 دقیقه فرصت داریم، هم تا 3 دقیقه. خیلی هم خوب میتونم پس نگاه کنیم. برای الان البته من خمیر رنگ بدن ندارم، ولی با همین خمیر بینی رو دوباره توضیح میدم. خب از دوستمون خواهش میکنم آقای فیلمبردار اینو یه مقدار جلوتر میتونه، از من خواهش کردن که اینو از جلو قشنگ نشون بدم. ببینید به این صورت دایره بکنین، بعد بین دوتا انگشت بالاتون فشار بدین، از زیرم به این صورت حالت یه مثلث درست کنین. بعد با ابزارتون یه فشار اینور یه فشارم اینور بدین و این قسمت زیر رو هم با ابزارتون دوتا سوراخ ایجاد بکنین. ببینید این حالت بینیه که من آموزش دادم. برای قسمت های کفشم که دوست دیگری از اهواز زنگ زده بودم بهشون بگم که دو تا دایره درست کردم، دایره ها رو از وسط نصف کردم با دستم و به این صورت زیرش رو زرد زدم، بالاشم بازی قسمت سفید و لوله پا رو روی این فشار دادیم و بعدم که زیر این رو یه اشک از اسفنج تراشیدم روکش کردیم و قسمت دستارم که اولیه دایره بود از دایره به طرف بالا
فشار دادیم این قسمت گردی بمونه که به 5 قسمت به 5 تا انگشت تقسیم شده. قسمت سر رو هم که من اسفنج زدم یا اسفنج گرد تراشیدم، دو تا دایره این قسمت، یه دایره پایین و یه دایره کوچکم برای قسمت وسط من گذاشتم و بعد خمیر رو پهن کردم با وردنه و کاملا روکش کردم. چشمارم که فشار دادیم با سنبه گود کردیم اول، بعد چشمارم کار گذاشتیم، دهن رو هم با سنبه باز اول باز کردم و لبا رو با اشک دو سرتیز تزیینش کردم. حالا اگر بازم سوالی هست من در خدمتم. ابرو نداره شما الان دو تاشم شکر میدید؟ نه میتونیم اگه میخواین همه الان براشون ابرو هم میذارم. آره ابرو هم بذارید. آره ابرو هم یاد بگیرید بهتره با توجه به اینکه دیگه فکر کنم فرصت ما هم تمام. بله نگاه کنین دایره میکنیم به این صورت، حالت یه ابرو درست کنین به این صورت، خیلی هم جالب میشه اتفاقا اگه کارم بکنه. و حتما روی صورت رو یه مقدار چسب بزنین که این نیفته. هر جا که میخواین ابرو رو بس کنی، این توصیه شما اینه که حتما با چسبن. خمیر این کار انجام بدن، با ماژیک اینا نکشن. چرا با اونم میشه؟ اونم میشه. بله اونم بله خوبه. اونم میشه، انواع مختلف هست. بعضی ها رو که اصلا ما ابرو هم نمیذاریم ولی حالا به خاطر شما اینا خیلی مشکل. حالا بذاریم دوتاشو با هم قیاس کنیم ببینیم کدومش بهتر میشه. تصویرش هم میگیرن آقای تصویر بردار. بله خوبه جهتش. خب دیگه هر کدومی که دوست داشته باشن. خیلی هم تعجب کرده این عروسه که دست شما در نکنه. خب با سری خسته نباشید.